عرض سلام و حرمت دارم خدمت تمامی شما بیننده های عزیز تلویزیون جهانی امید 24. خواستیم مصاحبه کوتاهی داشته باشیم با رئیس پیشین اتحادیه افغان های مقیم اونتاریو محترم جناب محمود باهر فرمولی. جناب فرمولی صاحب خوش آمدین. قراره که ما از ورای فیسبوک مطالعه کردم شما پیشنهاد استعفایتان به شورای اجرایه داشتین، مسئله از چه قرار است؟ تشکر مختار جان عمر، ممنون از تلویزیون جهانی امید 24. عرض حرمت به یک از بینندگان نهایت عزیز، هموطنانی که صدا و سیمای ما را نظارگر هستند. بله، همونطور که شما گفتین به تاریخ 8 جنوری 2018 بنابر معاذیر شخصی و بنابر بندش هایی که فامیلی و سفرهای ممتده که بنابر امی مسائل شخصی در افغانستان داشتم که امی یکونیم ما پیشتر هم ما غیابت ما بالاخره همه گیزی باعث شد که ما بیشتر از این اتحادیه افغانها را بلا تکلیف نگذارم و بگذارم عهده را به شورای محترم اجراییه، به یقین که وقت سال ما به ماه مارچ پوره می شد و ماه اپریل، اما بنابر ضرورت حاد و عاجلی که به ما پیش شد که ما باید سفرهای داشته باشم، ما از عهده خود به حیث رئیس اتحادیه محترم افغانها بعد از 4 سال استعفای خود را به شورای محترم اجراییه پیش کردم که از طرف از اونا هم با ارائه دلایل متذکری ما و معقولیت این نظر ایرا منظور کردند و موضوع استعفای شما قبل از وقت نبود؟ به یقین همونطور که ما گفتم بر شما که ولی اساسنامه اتحادیه 18 و قید و حصر در مورد استعفای رئیس نداره. هر وقتی که رئیس بنابر معذرت‌های شخصی، بنابر تکالیف جسمی یا مریضی میتونه که استعفای خود را به شورای اجراییه پیش کنه و اساسنامه ایره موکول به مجمع عمومی نکرده و ایره منحصر و منحط به مجمع عمومی ندانسته، از او خاطر این حق در اساسنامه برای رئیس داده شده که من با استفاده از امو و استفاده از این دلایل معقول خود من استعفای خود را پیش کردم. قراره که ما شاهد بودیم دور قبلی انتخابات هم برگزار شد و مجمع عمومی تصمیم گرفتن که شما یک سال دیگه ریاست به عهده داشته باشین. آیا انتخابات و یا مجمع عمومی در نظر خواهد بود؟ با یقین کامل آل مسئولیت به عهده شورای محترم اجراییه و معاونین اتحادیه به اساس اساسنامه گذاشته شده و من یقین دارم بیشتر از دو گزینه برای شورای محترم اجراییه در اینطور موقعیت های حاد نیست، یا ایست که انتخابات را اعلان میکنن و در امون انتخابات گزارش یک سال گذشته داده میشه و اعضای محترم اتحادیه شرکت میکنن و یا ایست که مجمع عمومی را دایر میکنن. به هر ترتیب فکر میکنم که این برمیگرده به تصویب و تصمیم شورای اجرایی موجود اتحادیه محترم افغان ها. شما از هموطنان ما گویا نگران هستند از دارایی اتحادیه و از تعمیری که اتحادیه بشر پکرنگ داره، در رابطه با او چی نظر؟ به یقین کامل اعضای اتحادیه و افغان های ما حق دارن که در هر مورد پرسش جویای و نگرانی های در قبال تا رفع سوالاتشان داشته باشه و یقین دارم که او خانه فعلا در شهر پکرینگ و سرحد ایجکس و پکرینگ به کرایه داده شده، دارایی اتحادیه است و در دارایی اتحادیه به یقین کامل هر وقت که شورای اجراییه و مجمع عمومی را دائر میکنه و در مورد فروش و خانه و تصمیم های بعدی حتما هموطنان عزیز در جریان میگذارن. این عهده و مسئولیت به هموطنان ما برمیگرده که باید از موضوع با خبر باشن و نظریات خود را در قبال سرنوشت آینده اتحادیه و هر نوع سوالات بعدی که در قبال مسائل مالی، مسائل چگونگی
همه موضوعات اتحادیه پرسش هایی دارن، یگانه مرجع با صلاحیت و مرجعی که میتونن صدای خود را اونجا بلند کنن مجمع عمومی اتحادیه است که امیدوار هستم شورای محترم اجراییه اندل موقع و نظر به لزوم دید خودشان یا مجمع عمومی و یا انتخابات را شاید اعلان بکنن. شما 4 سال قبل زمان ریاست اتحادیه را به عهده گرفتین که اتحادیه از مردم خیلی فاصله داشت و همچنان مشکلات فراوان داخل اتحادیه وجود داشت، اما شما در طی زعامت 4 سالتون تونستین که پل ارتباطی خوب بین اجتماع افغانی در ایالت اونتاریو و اتحادیه افغان ها شوین که همه افغانای ما شاهد پیشرفتا و شاهد همکاری های نزدیک شما با اجتماع افغانی بوده. آینده اتحادیه را چگونه شما میبینید؟ آینده اتحادیه مختار جان برمیگرده به اونایی که بحث اعضای اتحادیه رفع تکلیف میکنن، رفع مسئولیت میکنن و عهده‌دار مکلفیت ها میشن. خود یک مؤسسه به تنهایی خود هیچ کار کرده نمیتونه و اگر ما در سرنوشت اتحادیه سهم نگیریم و به علاقگی خود را به نحو با دلائل خاص ابراز بکنیم، به یقین هر کسی را که در مجموع عمومی حاضر میشه و مطابق شرایط اساسنامه رأی میده اونمونج است که سرنوشت اتحادیه تعیین میشه. سرنوشت اتحادیه به نظر ما در چنین ماحول و فضای موجود اتحادیه هر چی زودتر باید با کمیونیتی های خرد و ریزی دیگه که تهدابش گذاشته شده در همین فرصتی که ما بودم تعداد گذاشته شده با کمیونیتی های افغانی دیگه خردریزی دیگه در تماس میشن و در تماس هستن که امیدوار هستم بحث یک پیکر واحد بحث یک پیکر بسیار سازنده در یک سطح گسترده اتحادیه را جمع از نهادهای دیگه به اصطلاح یا مدغم و یا ایست که زیر چتر و یا ایست که مشترکن یک مؤسسه یک نهادی که به درد همه دوا شه و همگی چهره خود را در اوجه ببینن ای از امکانات هست که اتحادیه به تنهایی خود بسیار مشکل است بعد از این با همی چند ساله که یک قران و یک حبه و دینار از دولت کمک ها قطع بود با یمن خدا و کمک هموطنا 4 سال تانستیم اتحادیه را در دل مردم و در دل اجتماع و روابط با همی که خاصی اتحادیه است و نام اتحادیه همیست که ما با دیگران کنار بیاییم، با دیگران دست شفقت، دست محبت، دست همنوایی و هموطنی دراز کنیم که امیدوار استم توانسته باشم در همی 4 سال از اتحادیه همی چیز به نمایش بگذارم. تجربه 4 ساله شما به صفت رئیس اتحادیه چی بوده و پیام شما به عنوان کسی که زعامت اتحادیه افغان‌ها را به پیش می بردین چی است؟ با تأثر یا تأسف بگویم که زیاد گلمندی ها، زیاد انتقاد هایی که هیچ وقت رفع مسئولیت در او کمتر مثمر بوده. شما وقتی در رأس هستین شما زیاد گپ میشنوین، شما زیاد شکایت میشنوین، شما زیاد تایید میشنوین، شما زیاد بعض وقتا گپ های فراز و فرود های گپ ها را میشنوین، ولی حوصله مندی که داشتم ما از اتحادیه افغان ها از این خانه مشترک بسیار ممنون هستم که واقعا بردباری مرا، شکیبایی مرا و حوصله مندی مرا در مراوده با مردم به سطح بسیار بالاییش در یک مدار امتحان قرار داده که من ممنون هستم و امیدوار هستم که خوشبینی ها جای بدبینی ها را و محبت ها جای کینه های ناحق و تعصب های کور و حدس و گمان های بیمورد که شما با هر کس که نزدیک میشین اونایی که خود دور احساس میکنن شک و گمانه های بسیار زیاد دارن، ولی اتحادیه خانه تمام اقوام افغانستان، تمام مذاهب افغانستان در همین 4 سال یک تبلور خاص داشته. حتما نارضایت های هست، اشتباهات بوده و اشتباهات شاید شخصا از من سر زده باشه که من از حضور اونایی که ایره اشتباه میپرندارن من معذرت
معذرت میخوایم و امیدوار هستم از گوشه‌گیری و از کناد از عنادها و کینه‌ورزی ها زیادتر به آب صلح، به آب مدارا کینه ها را بشوییم و نزدیک شویم به هم، نه تنها اتحادیه که با تمام نهادهای که 36 نهاد در اونتاریو ثبت است، همگی امیدوار هستم که به یک راهی که رفاه امی جامعه باشه در حرکت باشیم. یک جان ممنون، امیدوار هستم که همه با هم در فضای کاملا صمیمی و محبت و اخلاص به هم دیگر وحدت یک پارچگی ما را حفظ بکنیم و امید داریم که آینده های روشن در انتظار ما و نسل بعدی ما در جامعه افغانی کانادا باشه. و ناگفته نمانم که خود مختار جان عمر که یکی از جوانان بوده که در پهلوی ما و دوشادوش ما و سایر اعضای محترم شورای اجراییه با ما حلف وفاداری خدمت به اتحادیه ادا کرده، ما صمیمانه از این جوان که ما زیاد بهره بردیم و جوانای دیگه که صدای ما را شنیدن لبیک گفتن، از شما ممنون هستم مختار جان عمر. تشکر. سلامت باشید. ممنون شما.